مبتلایان به وبا در یمن باز هم افزایش یافتند. صلیب سرخ جهانی از افزایش شمار مبتلایان به وبا در یمن به بیش از 300 هزار نفر خبر داد که روزانه 7 هزار نفر به این آمار اضافه می شوند. به گزارش رویترز، رابرت ماردینی، مدیر منطقه خاورمیانه در کمیته بین المللی صلیب سرخ، بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرده که شماره افراد مبتلا به وبا در یمن در پی شیوع گسترده آن در تمام 22 استان این کشور به بیش از 300 هزار نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش مدیر منطقه صلیب سرخ در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر در این باره نوشت بسیار نگران کننده است که بیش از 300 هزار مورد مبتلا به وبا وجود دارد و روزانه نزدیک به 7 هزار مورد جدید نیز به ثبت می رسد. وبا بیماری عفونی اسخالی است که با خوردن غذا یا آب آلوده به فرد منتقل می شود. اغلب مبتلایان نشانه های چندانی از بیماری از خود نشان نمیدهند، اما در موارد حاد این بیماری می تواند ظرف چند ساعت به مرگ فرد منجر شود بر اساس گزارش ها بیمارستان ها مملو و از مریض شدند و کمبود شدید غذا به سو تغذیه گسترده منجر شده که به ویژه کودکان را در برابر وبا آسیب پذیر می کند بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف بیش از سه میلیون نفر نیز در یمن دچار سو تغذیه شدید هستند در اواخر ماه می استفان اوبراین هماهنگ کننده ارشد امور انسان دوستانه ی سازمان ملل متحد گفت یمن با فروپاشی کامل اجتماعی اقتصادی و نهادهای بنیادی روبروست به گفته نهادهای یمنی اصلی ترین دلیل شیوع وبا در یمن نبودن آب آشامیدنی سالم در این کشور به دلیل از بین رفتن زیرساختهای تولید آب آشامیدنی در بمباران های عربستان سعودی است.